برادران و خواهران مسلمانم، امروز بالای یک موضوع اساس صحبت میکنم. متأهل‌ها خسته از زندگی مشترک هستند. مجردها میخواهند عروسی کنند. کودکان میخواهند زود بزرگ شوند. بزرگها میخواهند به دوران کودکی برگردند. کارگران از کارشان مینالند. بیکارها به دنبال کارند. فقرا حسرت ثروتمندان را میخورند. ثروتمندان از مشکلات مینالند. افراد مشهور از چشم مردم عادی پنهان میشوند. مردم عادی میخواهند مشهور شوند. سیاه‌پوستان میخواهند سفیدپوست شوند. سفیدپوستان خود را سیاه میکنند. اما هیچ کس نمیداند تنها فرمول خوشحالی این است که مطابق قانون الله سبحانه و تعالی زندگی خود را تنظیم کرده و قدر داشته های خود را بدانیم و از آن لذت ببریم. ما این دنیا را دوست داریم. من این دنیا را دوست دارم. تو این دنیا را دوست داری. همه ما این دنیا را دوست داریم. از سن جوانی ما می دانیم که عشق آن در قلب ما القا شده است. ما خانه ها، موترهای مدل بلند، کشتی ها، پول، زنان، شهرت، افتخار و قدرت را دوست داریم. هنگامی که دنیا به طرف ما می آید، هیجان زده و خوشحال هستیم. و وقت دنیا از ما دور می شود، ما غمگین و بدبخت خود را فکر می کنیم. ما این دنیا را دوست داریم، اما این دنیا ما را دوست ندارد. شما می توانید همه چیز را به این دنیا بدهید، ولی دنیا عمر همه ما را ضایع کرده و به من و تو در آخرت چیزی نمی دهد. الله متعال خالق این دنیا کسی است که آن را به رنگ و شکل واقعی آن می شناسد و می فرماید و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، و زندگی دنیا جز مایه فریب نیست. ما فکر میکنیم که این همه وسایل و اسباب بازی ها ما را خوشحال میکند، اما این واقعیت نیست. خوشبختی تا چی مقدار است و شما چی مقدار میتوانید بدون آن زندگی کنید؟ ما فکر میکنیم که با به دست آوردن تمام این لذت ها و این اسباب بازی هایی که در حال حاضر با آن مصروف هستیم، رضایت ما را برآورده. نه خیر، پیامبر ما او را به ما گفته است که هیچ چیز گرسنگی انسان را در تلاش برای به دست آوردن دنیا برآورده نخواهد کرد. هیچ چیز گرسنگی ما را برآورده نخواهد کرد. برادران و خواهرانم، بجز از خاک، هیچ چیز توقع انسان را برآورده کردن نمیتواند. بجز از خاک، یعنی اگر انسان تمام تلاش خود را برای به دست آوردن این دنیا کرده باشد، در آنجا افسوس بهشت را خورده و آن وقت است که می داند تمام عمر خود را بیهوده سپری نموده. و در روایت دیگر آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید دنیا زندان مؤمن است و هرگاه یک مؤمن از زندان رها شود، چیزی را با خود نمی برد بجز از خاطرات و اعمال. کسی که طعم دنیا را می خورد، تمام تلاشش در این زندان می باشد. وقت خود را طور سپری می کند که گویا همیشه در اینجا باقی می ماند. و تمام کوششش این است که چیگونه تمام سعادتمندی و خوشبختی را به دست بیاورد. رسول ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید اگر پسر آدم یک دره پر از طلا داشته باشد، حدس بزنید برادران و خواهرانم دیگر چی آرزو میکردن؟ او آرزو میکرد که یکی دیگر هم داشته باشد. مرگ یک بار از زندگی پرسید چرا همه شما را دوست دارد اما هنوز از من متنفر هستند؟ بنابراین زندگی پاسخ داد و گفت چون شما مرگ حقیقت دردناک هستید، در حالی که من دروغ زیبا هستم.
این واقعیت این دنیا است که هیچ شادی در اینجا وجود ندارد. شما در این دنیا محبت واقعی را پیدا نخواهید کرد. الله متعال خالق این جهان، خالق شادی واقعی به ما گفته است تنها مکانی که شما فقط شادی واقعی را پیدا خواهید کرد این است که همیشه به یاد الله باشید، احکام الله را بالای خود تطبیق کرده و قلب‌های حقیقی شادی واقعی و محبت واقعی را پیدا خواهد کرد. خوشبختی در این دنیا نیست برادران و خواهرانم. اگر در زندگیت الله را نداشته باشی هیچ استی هیچ، هر چقدر پول هم که داشته باشی باز هم خوشحال نیستی و یک روز وفات میکنی. کدام معادله ریاضی وجود ندارد که شما بخواهید شادی و خوشبختی واقعی را به دست بیاورید. این جایی است که من و تو باید امتحان خود را بدهیم. دنیا محل ابتلا و میدان آزمایش است. الله متعال بندگان برگزیده اش را به مصائب و مشکلات مبتلا می کند تا از این طریق با آنان پاداش بس بزرگ عنایت فرماید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هرچند مصیبت بزرگتر باشد ثوابش نیز بزرگتر خواهد بود. هرگاه الله متعال کس را دوست بدارد او را می آزماید. شادی و خوشبختی واقعی من و تو به دست آوردن رضایت الله سبحانه و تعالی است. تلاش های خود را بیهوده صرف این و آن نکنیم و زندگی خود را به دست خود از بین نبریم. برادران و خواهرانم، تا چی وقت در گناه غرق باشیم؟ تا چی وقت؟ یک سال گناه، دو سال، پنج سال، ده سال گناه، آیا خسته نشده ای؟ تا کی توبه نمی کنی؟ تا کی به فکر قبر تاریک و قیامت نیستی؟ تا کی امر الله سبحانه و تعالی و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به دست فراموشی سپرده ای؟ مرگ بدون آمادگی قبلی می آید و اصلا پیر و جوان برایش فرق ندارد. همون که وقتش رسید نمی توانی یک نفس اضافه هم بکشی. آن چیزی را که الله متعال به ما وعده داده است به یکی آن دو خواهیم رفت. شما شادی واقعی می خواهید؟ به الله رجوع کنید. الله شادی و خوشبختی واقعی را برای شما می دهد. در خانه واقعی ما، خانه ماندگار که هرگز صاحبان جدید نخواهد پیدا کرد بجز برای من و تو، جنت. این چیزی است که همه ما دنبال آن هستیم. برادران و خواهرانم، بیایید یک قدم پیش به خاطر اصلاح خیش. Yeah.